شاهین نجفی از شهر بن در آلمان به ما ملحق میشه تا درباره آلبوم جدیدی که به زودی روانه بازار میشه صحبت کنیم. شاهین بهت سلام میکنم، خیلی خوشحالم از اینکه با ما هستی و فرصت دیگری پیش اومده تا راجع به کارات صحبت کنیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما بهنود عزیز و خوشحالم که در خدمتتون هستم. من به تبریک میگم، میدونم زحمت زیادی کشیدی تا این آلبوم آماده بشه و به زودی روانه بازار بشه. مطمئنم خیلی ها تو ذهنشون این سوال رو دارن، چرا عنوان آلبوم سال خون هست؟ اصلا چطور این اسم رو انتخاب کردی؟ در واقع اسم سال خون این آلبوم به رأی گذاشته شد. ما از طریق فیسبوک و بلاگ و وبسایت و از طریق ایمیل به هر حال این پیشنهاد رو به دوستان دادیم و دوربر 40-50 تا کار به اصطلاح اسم برای آلبوم به اصطلاح به ما ارسال شد. بعد این اسم ها رو ما به رأی گذاشتیم، از میون اینها در نهایت اسم سال خون انتخاب شد. برای من دو جنبه داشت این مسئله، یکی به هر ترتیب تمرین دموکراسی و اینکه گاهی لازمه که آدم از علایق شخصی خودش بگذره و اون چیزی رو که به هر ترتیب جمع ممکنه بپسنده اون رو بپذیره، و از یه جهت دیگه هم برای ما خیلی مهم بود که با این اسامی به نوعی روانشناسی بکنیم مخاطب خودمون رو و ببینیم که چه فکری اصلا در مورد این آلبوم میتونن داشته باشن، چه تصوری میتونن داشته باشن، و در نهایت سال خون رو انتخاب کردم. شاهین، خیلی از بینندگان ما با کارهای گذشتت آشنا هستن، ولی درباره این آلبوم توضیح بده. به صورت کلی چه حال و هوایی داره؟ به شراب چه موضوعی رفتی؟ به چه مسائلی پرداختی؟ بهنود جان، در مجموع من خودم شخصا که کارها رو نگاه میکنم، اولا با 11 تا ترک روبرو میشن دوستان. در مجموع نصف این کارها فضای طنزآمیز داره و مشخصا به مسائل به صورت طنزآلود نگاه میکنه، از ماجرای هک شدن وبسایت من توسط ارتش سایبری تا مثلا ترانه‌ای به نام دکتر یا خدمتتون عرض شود که عموما تو این فاز هستن، یعنی طنزآلود هستن. یه قسمت دیگه از کارها به ترتیب ممکنه فضای گنگ داشته باشن، یعنی با اون ادبیات برتتیب هیپ هاپ تنه به تنه میزنن. از یک جهت دیگه کارهایی هستن که برتتیب یه مقدار سنگینتر غمگینتر هستن، و تو این دست کارها مشخصا من روی یه کاری کار کردم که به مسئله دگرباشان میپردازه، و ولی اما نه به صورت اون کلیشه‌ای و من بیام از خارج ماجرا بهش نگاه بکنم و به اصطلاح با اون حس ترحم‌آمیز، بلکه این از زبان یک همجنسگرای به اصطلاح معشوق خودش، با اون کسی که دوستش داره، با اون زبان بر ترتیب تغزلی و در میانش هم حرف‌هایی رو میزنه که بر ترتیب چه داره بر سر این بر ترتیب کیف میاد. چون درباره موضوعایی که بهش پرداختی صحبت میکنی، من اینجا این سوال هم مطرح بکنم، این حوادث و رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران چه تأثیری رو کارتو داشته؟ یعنی این رویدادها چطور منعکس میشه در این آلبوم؟ رگ و ریشه هاش رو میشه دید مطمئنن، اما خب مشخصا توی آلبوم ایلوزیون چون به این مسائل پرداخته بودیم، این بار یه مقدار بر ترتیب رگ و ریشه هاشو میشه دید، اما مشخصا یک آهنگ هست، یک کار هست که به نام سال خون که همون اسم آلبوم هم هست، که کاملا واضح و روشن به مسائل انتخابات میپردازه. یعنی عنوان آلبوم در اصل برگرفته از همین ترانه‌ای که به این رویدادها میپردازه، بر اون اساس تو اون انتخاب کردی؟ نه، ما در واقع اسم ترانه رو بر اساس اسم آلبوم انتخاب کردیم. آه بسیار عالی. با هم که صحبت میکردیم اشاره کردی ترانه های غیر فارسی هم در این آلبوم هست، گویا به زبان های کردی یا گیلکی هم کارهایی رو انجام دادی، در این باره توضیح بده چرا این تجربه رو داشتی و اصلا علاقمند بودی تو این زمینه کار کنی؟ من در واقع هیپ هاپ و کارهای رپ خیلی به ملل دیگه هم گوش میکنم، مثلا از ترک ها، حالا کرد ها کمتر، روسی، عرب ها، همه رو گوش میکنم،
و خیلی برای خودم جالب بود که ببینم که این کار وقتی با زبان فارسی یکی بشه چجور میشه. من پیش از این من یه کار داشتم که به اصطلاح اون ترجیح بندش دیدکی بود که خب برترتیب زبان مادری منه، ولی این بار ما از زبان کردی استفاده کردیم و یک رپر جوان که 17 سالشه تازه اومد آلمان و خدمتون هر شبت که به شدت قوی و مثل خوشم اومد، الان جزء شر میوزیک نوید زردی که به ترتیب یه کار با من همکاری کرده و تو کارهای بقیه کار هم به اصطلاح البته با زبان فارسی همخوانی کرده. و یه کار دیگه هم هست که همون کاری که به ترتیب در رابطه با هک شدن وبسایت من بود که اونم من خودم گیلکی فارسی خوندم که حالا دیگه باید بشنوید. چون یکی دو بار به مسئله هک شدن سایتت اشاره کردی، رو من کوتاه بپرسم الان چه وضعیتی داره، چه راهی براش انتخاب کردی، وبسایت در چه شرایطیه؟ خب این خیلی کودکان است که این دوستان فکر میکنن که مثلا با هک کردن وبسایت یا با فیلتر کردن مدام وبلاگ یا هر راهی که برتری فکر میکنن میتونن انجام بدن، میتونن دست و بال ما رو ببندن. حالا من میرسم به اینجا که ما چطور داریم کار میکنیم و حرکت میکنیم. اما وبسایت خیلی سریع انجام شد، یک تیم قوی رایانه‌ای برتری این کار رو انجام داد و ما واقعا هیچ مشکلی نداریم. ما زیاد به اصطلاح وبسایت هامون نمیپردازیم چون میدونیم که ممکنه یا هک بشه دوباره یا اینکه به ترتیب فیلتر بشه تا بخوایم سریع جابجاش بکنیم، اما واقعا ما هیچ مشکلی نداریم، یعنی خیلی سریع کار دوباره به راه شد. شاهین، در این آلبوم جدیدت که به زودی منتشر میشه گویا اکثر آهنگ ها رو خودت ساختی، یه مقدار در این باره توضیح بده و چه تجربه‌ای بود برات همین ترکیب سبک های مختلف رو، رپ رو، هیپ هاپ رو، راک رو، چگونه اینا رو تو اون حال هوای شرقی قرار دادی؟ خدمتتون عرض شود که من در ترتیب این شانس رو داشتم که راک رو میشناسم و این دوره ها رو طی کردم، هم در رابطه با راک هم در رابطه با موسیقی بلوز و پاپ خودمون. همه اینها توی آلبوم رگ و ریشه هاش مشخصه و حالا من دونه دونه آهنگ ها رو نمیتونم اسم ببرم براتون، ولی خب مثلا کاری مثل دارم چپ میگن یا دکتر، اینها کاملا روی استیل راک ساخته شده و تو بقیه کار هم سبک کار به این صورت بوده که ما از سازهای مختلف استفاده کردیم، توی هارمونی کار بر ترتیب و توی ملودی جوری کرد کار انجام دادیم که بر ترتیب اون فضای شرقی رو داشته باشه و وقتی شما کار گوش میکنید سازی مثل عود یا سیتار وقتی تو کار میاد ناخودآگاه شما رو میبره به شرق و خب زبانم که فارسیه، در نتیجه همه چیز آماده و مهیاه.